عالم اومده، شرف آدم اومده، مژده میدن فرشته ها، نبی خاتم اومده، عزیز عالم اومده، شرف آدم اومده، مژده میدن فرشته ها، نبی خاتم اومده. تو بهش درو نمای پیامبر پیچیده تنین الله اکبر، اومده حبیب و دلبر حیدر. تو بهش درو نمای پیامبر پیچیده تنین الله اکبر، اومده حبیب و دلبر حیدر. ندا از آسمون هفت موم، یا حبیب یا یا محمد، یا حبیب یا محمد، که نبی مرسلی تو خونه تو هم ولی، تو که نبی مرسلی تو خونه تو هم ولی، عیدی میگیرم امشب دستای مرتضا علی، تو که نبی مرسلی تو خونه تو هم ولی، عیدی میگیرم امشب دستای مرتضا علی. به خدا میخوام برا تو فداشم، تو صفه فدایی تو باشم، نکنه یه روزی از تو جداشم. قلب من تا آسمون مکه پر زد، یا حبیب یا محمد، این ندا از آسمون هم، یا حبیب. دستا رو بیار بالا محمد. تو بهش درو نمای پیامبر، تو بهش پیچیده تنین الله اکبر، اومده حبیب و دلبر حیدر. تو عشق اعظمه هرچی بگم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند كمثل آدم خلقه من تراب الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه ما جاءك من العلم فقل تعالى
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن ما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا قل يا أهل
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان وما كان من المشركين ما كان إبراهيم وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا والله
صدق الله العلي العظيم. سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق، السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المسبوق والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمون، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته
ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأننا ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاك أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين هم سر آمده که کم سر آمده که نور چشم حیدر آمده زینت پدر عقیلت العرب و میدونه قلب مانه هم سر آمده که کم سر آمده زینت پدر عقیلت نور خانه محمدی مونس علی خوش آمدی صبور آل احمدی خوش آمدی جان فدای تو خاک پای تو ای که عرشیان و فرشیان همه گدای تو جان فدای تو خاک پای تو ای که عرشیان و فرشیان همه گدای تو نور راه من صبر و عشق تو تا ابد بود قبله دلم دم عشق تو هم سر آمده که کوثر آمده که نور هم سر آمده که کوثر آمده حیدر آمده زینت پدر عقیلت العرب و میده
در آمده نور خانه محمدی، نور خانه محمدی، مونس علی خوش آمدی، نور چون فدای تو خاک پای تو، ای که عرشیان و فرشیان همه گدای تو، نور راه من صبر و عشق تو، تا ابد بلند قبله دلم دم عشق تو، جان فدای تو خاک پای تو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وصحبته الأخيار المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن سال روز ولادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، دختر مکرم امیر المومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. پنجم جمادی الاولا مصادف است با سال روز ولادت این بانوی بزرگوار، بانویی که اسوه استقامت و صبر، نمونه ای از مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در مسیر خدا و در مسیر خدمت به بندگان خدا و شخصیتی که الگویی است برای همه مردان و زنان مسلمان و مؤمنی که راه اونها راه تقوا، پرهیزگاری و بندگی خداست. این سال روز با سعادت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم از خداوند متعال. این خواسته رو داریم که ما رو رهرو مسیر اسلام، مسیر اهل بیت و مسیری که حضرت زینب سلام الله علیها که جا پای امام زمان خودش، جا پای ائمه اطهار علیهم السلام و جای پای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت و قرآن رو نه تنها پیروی کرد بلکه تدریس کرد، آموخت و به دیگران نیز آموزش داد. انشاءالله که خداوند ما رو به برکت آیات نورانی قرآن با نور اهل بیت و با نور حضرت زینب سلام الله علیها آشنا بگرداند انشاءالله. امشب اون بحث هفتگی ما که تفسیر سوره مارکه یوسف علیه السلام هست رو موکول میکنیم به هفته آینده و بحث سنت پیامبر و سنت ها و روش زندگی پیامبر رو هم میگذاریم برای هفته آینده و هفته های بعد. این هفته رو در رابطه با شخصیت و زندگی حضرت زینب سلام الله علیها دقایقی رو صحبت خواهم کرد و امید دارم که انشاءالله ما بیاموزیم، یاد بگیریم از سرگذشت و از زندگی این بانوی بزرگوار.
حضرت زینب سلام الله علیها سومین فرزندی است که در خانواده نورانی حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا میاد. در سال پنجم بعد از هجرت یا در سال پنجم هجری بعد از ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام، در سال سوم امام حسین علیه السلام، در سال چهارم، در سال پنجم با فاصله یک سال سه فرزند در خانواده نورانی امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها قدم به این جهان می نهند و اولین دختر حضرت زینب سلام الله علیها است که بعد از دو برادر پا به عرصه گیتی می گذارد. و برای نامگذاری اون حضرت ما داریم که امیرالمومنین علی علیه السلام سوال میکنن از فاطمه زهرا سلام الله علیها که آیا نامی برای این نوزاد انتخاب کرده این که حضرت زهرا سلام الله علیها با اون شناختی که از همسر خودش و از امیرالمومنین علی علیه السلام دارند این چنین پاسخ میدهند که من نخواستم بر شما پیشی بگیرم در انتخاب نام. این زیبایی ارتباط بین اعضای خانواده هست که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. و امیرالمومنین علی علیه السلام هم پاسخ میدهد من هم از رسول خدا پیشی نخواهم گرفت بر اینکه فرزندم رو نامی بگذارم، رسول خدا مقدم است بر من. و وقتی که نوزاد رو نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می آورن، حضرت رسول هم می فرماید که من بر خدا پیشی نمی گیرم از نامگذاری این طفل و این نوزاد، که در روایت هست جبرئیل امین نازل می شود و عرضه می دارد یا رسول الله نام این طفل و این نوزاد رو زینب بگذارید. پس از این جهت نام زینب نامی است که خداوند متعال برگزیده است و به این چنین بانوی این نام تعلق گرفته است. که کلمه زینب یک معنی لغوی خیلی حالا بگیم مشهوری دارد که ترکیبی است از زین و اب که به معنی زینت پدر، زیبایی پدر هست و دیگر معناش هم به معنی گلی است که هم ظاهر او ظاهر زیبایی است و هم بوی او بوی مسرت آور و بوی دلنشینی است. ظاهر و باطن این چنین انسانی که ظاهر و باطن او جذابیت دارد، پسندیده است. این چنین نامی رو خداوند متعال بر این بانوی بزرگوار انتخاب میکند که بسیار هم مهم است که این نامگذاری رو ما از اون نکته یاد بگیریم. خب ما همینجور که یه مقداری از زندگی و طفولیت حضرت زینب داریم سخن میگیم، خوب است که در کنارش بعضی از درس ها رو هم بیاموزیم، چرا که خود تاریخ به ما درس میاموزد. همونجوری که ما در مسئله تفسیر سوره یوسف این رو گفتیم که چقدر داستان و قصه اهمیت دارد، چقدر میتواند فرهنگ سازی بکند، چقدر میتواند آگاهی ببخشد. و برای همین است که خداوند متعال احسن القصص، نیکوترین و زیباترین و جذابترین داستانهایی که درس آموز است، پند آموز است و انسان میتواند از اونها عبرت بگیرد، درس بیاموزد، اینها رو خداوند در قرآن معرفی کرده است، ذکر میکند این سرگذشت ها رو. و زندگی شخصیت هایی مانند حضرت زینب سلام الله علیها که ما باید بیشتر آشنا بشیم، به این علت که وقتی ما اینقدر نام حضرت زینب رو در ایام محرم میشنویم و چقدر ارادت داریم به این بانوی بزرگوار، مهم است که در کنار اون با زندگی حضرت زینب حتی قبل از عاشورا هم آشنا بشیم. میگم از زمان حتی طفولیت و نامگذاری حضرت زینب پندها و اندرزهایی است که می شود برای همه من و شما درس باشد. یک درس اول این بحث نامگذاری هست که حضرت
حضرت علی علیه السلام میفهم من بر رسول خدا پیشی نمیگیرم از اینکه نام انتخاب بکنم. این پیشی نگرفتن بر پیامبر از زمره نکات بسیار مهم زندگی اهل بیت علیهم السلام هست. وقتی ما در سوره مارکه حجرات آیه 1 خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای کسانی که ایمان آورده اید در مقابل پیامبر از پیامبر جلو نزنید، به این معنا که پیشی نگیرید از پیامبر، از خدا و رسولش، از خدا و رسولش پیشی نگیرید. یعنی به بحث دین که میرسد اول ببینید خدا چه میگوید، پیامبر چه میگوید، بعد انسان دین رو از کلام خدا و پیامبر بفهمد. نه این که من حرف خودم رو بخوام با کلام خدا و پیامبر توجیه بکنم. اون روزی که انسان این اشتباه رو مرتکب بشود یقیناً از یافتن راه درست دور خواهد شد. روزی که ما بخوایم تفکرات خودمون رو، باورهای خودمون رو به وسیله قرآن یا به وسیله دین یا پیامبر یا اهل بیت توجیه بکنیم، نه اینکه ببینیم باور ما باور صحیح به فرموده قرآن و به فرموده پیامبر و اهل بیتش چه باوری است. این مسیر رو باید درست پیش رفت. برای همین از خداوند فرموده است که پیشی نگیرید از خدا و رسولش، و اتقوا الله، با تقوا باشید، پرهیزگار باشید. این متاسفانه بعد از حتی در زمان حیات پیامبر ما داشتیم کسانی که از پیامبر پیشی میگرفتن، وقتی که بدون اجازه پیامبر کارهایی رو انجام میدادن، اشتباهاتی رو مرتکب میشدن، و بعد از وفات پیامبر هم این مسئله ادامه پیدا میکنن که افرادی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جلو میخوان بزنن، به نحوی که چیزی رو که پیامبر حلال کرده است میخوان حرام بکنن، یا ممنوعیت روایت کردن احادیث از پیامبر و دیگر اشتباهاتی که در تاریخ اسلام متاسفانه مسلمین مرتکب می شوند. ولی می بینیم امیرالمومنین علیه السلام شخصیتی است که نه تنها در این زمانی که پیامبر زنده هست این رو می فرماید که من از پیامبر پیشی نمی گیرم حتی برای انتخاب نام برای نوزادم. این چنین خانواده که حرمت ها رو حفظ می کنند، بلکه حتی بعد از وفات پیامبر هم وقتی مسئله خلافت می شود، وقتی حضرت علی علیه السلام این پیشنهاد رو میدن که به عنوان خلیفه بعدی انتخاب بشوند، تنها شرطی رو که قبول میکنه این است که من به سنت پیغمبر عمل خواهم کرد، نه غیر از پیامبر. سنت پیامبر، من از پیامبر پیشی نخواهم گرفت و به سنت او، روش او و به سبک و روش و زندگی او پایبند خواهد بود، اما غیر از پیامبر رو من هیچ ضمانتی نمیدهم. خب این درس اول از زندگی حضرت زینب و انتخاب نام. درس دوم هم مسئله نامگذاری است که چقدر زیباست ما اهمیت بدیم به اسم و نامی که انتخاب میکنیم برای فرزندانمون. اسم و نام هویت فرزند ما رو، قسمتی از هویت او رو می سازن. وقتی ما پدر و مادری، نام فرزندان اونها نام هایی است که معنایی ندارد، صرف اینکه همه انتخاب میکنند، یا مشهور است یا آسانتر است یا به قول اینجایی ها همون پاپولار هست، بدون اینکه هیچ مفهومی داشته باشه، هیچ معنایی داشته باشه. در حالی که زینت پدر، ببینید خداوند متعال حضرت زینب رو زینت پدری می نامد که در فرهنگ جاهلی، فراموش نکنیم این سال پنجم بعد از هجرت است، یعنی از اسلام و از شروع اسلام زیاد نگذشته است، چند سالی گذشته است، 5 سال بعد از اینکه پیامبر به مدینه آمده است و قبل از اونم که در مدینه، در مکه تحت شکنجه و خفقانی که در مکه بود توسط مشرکین، اسلام اون رشد رو نداشت. پس هنوز اون فرهنگ جاهلیتی که دختر سربار هست، دختر نه تنها سربار هست بلکه باعث شرم و شرمساری و خجالت هست، این تفکر هنوز
وجود دارد که افتخار به پسر باشد، افتخار به فرزند ذکور و پسر داشتن هست و نام زینب میخواهد این قدم رو در مسیر درستی که اسلام برداشته است، بحث احقاق حق زنان و اینکه اون تفکر جاهلی رو باش مقابله بکند، دختری که زینت پدر است، زیبایی پدر است، افتخار پدر است. ببینید چقدر زیباست این نام، چون وقتی ما زمانش رو در نظر بگیریم، مکانش رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم چگونه این نامگذاری قرار است که جهت فکری رو تغییر بدهد، مسیر تاریخ عرب جاهلی رو عوض بکند و انقلابی ایجاد بکند در روابطی که پدر و فرزند، پدران و دختران دارند. وقتی ما آیات به ای ذن بن قتلت و زنده به گور شدن دختران رو میخوانیم، متوجه میشیم این زینب چقدر مهم است و اینکه نام زینب، این نام زیبا رو خداوند انتخاب میکنند. و برای من و شما هم نکته‌ای دارند که این نام‌های زیبا رو ازشون غافل نشیم، چون دیگران این نام‌های زیبا رو دارن، دلیل بر این نمی‌شود که ما رو بیاریم به نام‌هایی که شاید حتی خودمون هم نفهمیم چه هستن، ریشه‌شون رو متوجه نشیم، با فرهنگ ما، با هویت ما، با عقاید ما سازگاری نداشته باشن. این خیلی مهم است. ما بعضی وقتا نام‌هایی رو می‌گذاریم، ما که اشاره میکنم به بعضی از افرادی که مسلمان هستن، اما نامی رو میگذارد که اصلا نامی از خدایان ادیان دیگر هست. این رو ما انشالله بیاموزیم از زندگی حضرت زینب در نامگذاری فرزندانمون. ابا عبدالله حسین علیه السلام در زمانه ای هست که نام امینمونین علی علیه السلام رو بر فرزندان گذاشتن توسط معاویه و بنی امیه، به نوعی تبدیل به جرم شده است که حق ندارد کسی اسم فرزندش رو علی بگذارد. و در اون زمان است که ابا عبدالله حسین علیه السلام فرزندانش رو هر سه رو علی مینامد، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، که همه نامشون علی هست که به ترتیب سنیشون با القابی مزین میشوند. خب این رو هم درسی است که بیاموزیم که یک نام زیبا، ولو علی رو چند بار گذاشتن به روش های زیبا، به روش های مختلف. اهل بید علیه السلام رو ما ناماشون رو نگاه کنیم، اکثر اهل بید علیه السلام ناماشون رو نگاه کنیم، محمد باقر محمد است. باز غیر از امام صادق و امام کاظم علیه السلام که جعفر و موسی هست، بعد از امام هشتم به بعد باز ما دوباره داریم علی و بعد محمد و باز علی و باز حسن و باز محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نام زیبا بر دربین اهل بید هست و این رو ما میبینیم از سنین کودکی حضرت زینب سلام الله علیها. و از این سنین کودکی است که چند درس مهم رو حضرت زینب سلام الله علیها میآموزد از دامن خانواده. برای همین است که به بزرگترین و مهمترین مدرسه هر انسانی خانواده است. و زینب سلام الله علیها در این چنین مدرسه‌ای و این چنین مکتبی تربیت شده است که ما داریم در این سنین کودکی هست که حضرت زینب سلام الله علیها میآموزد که در مقابل ظلم بایستد و اینکه در صحنه باشد، وقتی که ضرورت هست، وقتی که لازم هست، از حقی رو دفاع بکند، در اونجا حاضر باشد. این درسی است که زینب سلام الله علیها از کودکی میآموزد. وقتی که حضرت زینب 4 ساله هست، در سن 4 سالگی میبیند که چگونه مادر فاطمه زهرا در مباهله حاضر میشود، در واقعه مباهله که رسول خدا در مقابل مسیحیان نجران حاضر می شود، می بیند که مادر چگونه در میدان حاضر هست و نقش خودش رو انجام می دهد. وقتی که 6 ساله هست، حضرت زینب سلام الله علیها می بیند که چگونه مادر وقتی حق او رو مسئله فدک پیش میاد، چگونه حق او رو می خوان پایمال بکنن، حضرت زهرا در مقابل این ناحقی و این ظلم می ایستد. میاد به مسجد با اینکه جراحت دارد، با اینکه حال او مساعد نیست، صحبت میکند، خطبه میخواند، خطبه فدکی فاطمه زهرا که از زمره فصیح ترین و بلیغ ترین خطبه هایی است که در زبان عربی موجود است. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه خودش با استفاده از قرآن، با استفاده درست از اصول دین، از حق خودش دفاع میکند، نه اینکه فقط
بخواهد با احساسات و زج زدن مقابله کند، با منطق و مدرک و دلیل در مقابل ظلم و در مقابل اجحافی که در حق او شده است میستد. اینها رو حضرت زینب میبیند. این عمل کرده مادر در زندگی او تأثیر دارد. اگر زینب کبرا سلام الله علیها در ماجرای کربلا در کوفه و شام خطبه میخواند، مادری رو دیده است مانند زینب، مانند زهرا سلام الله علیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها، که در مقابل مردم و در مقابل چشمان مرد و زن در مدینه و در مسجد پیامبر صدا رو بلند می کند و از حق خودش و از حق همسرش و از حق امام زمانش امیرالمومنین علیه السلام دفاع می کند. این چنین فرزندی که در این چنین شخصیتی تحت تاثیر چنین شخصیتی و این چنین مادری هست خطبه می خواند در کوفه و شام و در مقابل ظلم یزید و یزیدیان با ساکت نیست. وقتی ما نگاه میکنیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، حضرت زهرا از قرآن استفاده میکند، میفرماید که آیا شما قرآن رو باور دارید؟ آیا شما از قرآن بیشتر میدانید یا من؟ که اگر شما بیشتر از قرآن میدانید، چگونه است که شما ادعا میکنید پیامبران و انبیا ارث ندارن یا ارث به جا نمیگذارن؟ بعد اشاره میکند حضرت زهرا در خطبه فدکیه به خلیفه اول که چگونه این حق است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم، چگونه این حق است؟ و بعد حضرت زهرا قرآن رو میخواند. این آشنایی فاطمه زهرا با قرآن باز در کلام حضرت زینب خودش رو آشکار میکند، چون بعدها در خطبه کوفه و شام هم از زینب با استفاده از قرآن رسوا می کند یزید رو، رسوا می کند ابن زیاد رو. در ماجرای خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید که اگر شما ادعا دارید که انبیا ارث از خودشون به جا نمی گذارن، خانواده اونها از اونها ارث نمی برن، چگونه است که قرآن می فرماید که وارث سلیمان و داوود، چگونه به انبیاء الهی سلیمان و داوود خدا میفرماید ارث به جای مانده است؟ یا جای دیگر وقتی که حضرت زکریا از خداوند درخواست میکند که فهبلی من لدن که ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، که پروردگارا به من فرزندی عطا کن که از من ارث ببرد. و حضرت زکریا پیامبر الهی است که یحیی علیه السلام رو خدا به او میدهد، چگونه اونجا انبیاء الهی ارث میبرند؟ ببینید این از این دلیل مستحکمتر و با سندتر و از قرآن دیگر چه کسی دلیل میخواهد؟ همچنین اشاره میکنند به آیه 180 سوره بقره که خدا میفرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین، که خداوند میفرماید که بر شما این چنین امر شده است، نوشته شده است که وقتی مرگ شما فرا میرسد شما وصیتی رو از خودتون به جا بگذارید، وصیت نامه و نوشتنی باشد که پدر و مادر و نزدیکان شما از اون ارث ببرن از شما. چگونه میشود پیامبر خدا عامل به دستور خدا نباشد؟ خب اینها رو میبیند زینب سلام الله علیها. و این رابطه مادر با قرآن هست که در زندگی حضرت زینب هم خودش رو نشان میدهد. رابطه پدر و قرآن، رابطه امیرالمومنین علی علیه السلام و قرآن هست که حضرت زینب سلام الله علیها با قرآن مأنوس میشود، میشود مفسر قرآن. با اجازه امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت زینب در خانه خودش کلاس تفسیر قرآن دارد، قرآن میآموزد، قرآن رو تفسیر میکند. مگر این است که در خانواده‌ای که خب وقتی قرائت قرآن باشد فرزند هم به همون مسیر میرود، در خانواده ای که محل خدای نکرده گناه و معصیت و لهو و لعب باشد، خب فرزند هم به اون مسیر بیشتر متمایل است. نه اینکه ما بگیم خب هیچ انسان هیچ آزادی ندارد، هیچ انتخابی ندارد، نه خیر، ولی محیط تأثیر میگذارد. هیچ کس انکار نمیکند، چه متخصصین تربیتی، روانشناس کودک و حتی افرادی که
جامعه شناس هستن، هیچ کس منکر این نیست که محیط تأثیر دارد، نه اینکه 100% انسان هیچ انتخابی نداشته باشد، بلکه تأثیرگذار هست و خانواده اون تأثیر خودش رو میگذارد و این در زندگی حضرت زینب سلام الله علیها ادامه دارد. نکته بعدی که در زندگی حضرت زینب هست این است که اگر کسی با خدا باشد و متدین باشد، به این معنا نیست که هیچ وقت با سختی و مشکلات مواجه نخواهد شد. زینب سلام الله علیها در کودکی خودش در سن 6 سالگی حضرت زینب سلام الله علیها یتیم می شود. در سن 6 سالگی مادر را از دست می دهد. چقدر سخت است برای کودک. و بعد در زندگی خودش داغ از دست دادن پدر و بعد هم خب ماجرای شهادت برادر امام حسن مجتبی و بعد هم کربلا که اوج مصائب هست. ببینید خب این شخصیت از زینب سلام الله علیها که در زندگی خودش از کودکی تا نوجوانی، جوانی و میانسالی با سختی و مشکلات مواجه هست، اما اون چیزی که این همه سختی در مسیر از زینب سلام الله علیها از حضرت زینب این حال شخصیتی که با خرد و با عقل خودش میبیند آنچرا که شاید جاهلین نبینند. بسیاری از افراد اینو متوجه نمیشوند. خب در این سنین هست که حضرت زینب سلام الله علیها در کنار مسئله اهمیت این که چقدر باید انسان در صحنه باشد، چقدر انسان باید جایی که لازم هست در مقابل ظلم و در مقابل بی‌عدالتی به ایستد، صدا رو بلند کند و نه اینکه این فرهنگی که بگوید نه زن نباید حرف بزند، زن نباید در مقابل ظلم اعتراض بکند، زن باید در خانه باشد، نباید خارج بشه. این درسی نیست که از عزیز زینب بیاموزید. در این حالی که اسوه حیا و پاکدامنی است، در این حالی که به اسم اینکه ما در صحنه باشیم، به اسم اینکه ما در اجتماع باشیم، حضرت زینب سلام الله علیها احکام رو زیر پا نمیگذارد. در این حال خود رو ملعبه و بازیچه نامحرم و بیگانه نمی کند، ولی در اجتماع هم هست. چگونه این ما هر دو رو داشته باشیم نیاز به اون عقل و خرد دارد که بعضی وقتا افراد این رو اشتباه میگیرن، این که انسان در چشم باشد، گفتم بازیچه باشد، رو اشتباه میگیرن با اجتماعی بودن، و یا این که در این که انسان هیچ حرفی نزند، هیچ تأثیری نگذارد بر جامعه خودش، بر محیط خودش، این رو بگن این تقواست، این خوبی زن هست. نه خیر، حضرت زینب میآموزد از مادر که باید در اجتماع بود جایی که لازم هست با حفظ حیا انسان حرفش رو بزنن، از حق دفاع بکنن. و درس دومی که حضرت زینب می آموزد از زندگی اهل بیت و از اصول زندگی حضرت زینب هست، بحث اهمیت دادن به دیگران، خدمت به دیگران، این بحث کمک رسانی و خدمت به دیگران در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو می توانیم ببینیم. وقتی حضرت زینب کودکی است، می بیند مادر دعا می کند و دعا برای دیگران، برای همسایگان، که اون جمله نورانی رو می شنود از مادر: الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. که اگر ما دعاهامون با خودخواهی همراه نبود، نزدیکتر بود به اجابت. اگر ما غمخوار یک دیگر بودیم، حتی در دعا کردن به فکر دیگران بودیم، چه مقدار بیشتر مورد عنایت و برکات خدا قرار می گرفتیم، به جای اینکه دعاهامون هم خودخواهانه فقط باشن. حضرت زینب این رو می آموزد. برای همین هست که حتی اون کسانی که به پدر او امیرالمومنین علیه السلام ظلم کردن، به مادر او ظلم کردن، بازم در این چنین جامعه‌ای حضرت خدمت میکند، در این چنین جامعه‌ای تدریس میکند، تفسیر قرآن میگوید، موعظه میکند. وقتی که به کوفه و شام میاد، وجدانهای خفته و قافل مردم کوفه و شام رو بیدار میکند با خطبه خودش.
این رو آموخته از زینب سلام الله علیها. در زندگی از زینب درس بزرگی است که انسان باید به فکر دیگران باشد. به فکر دیگران بودن، غمخوار دیگران بودن از صفات اولیا و انبیاء خداست. برعکس خودخواهی، تکبر از زمره صفات اولیا شیطان است. ما فرزندانی تربیت بکنیم مانند زهرا سلام الله علیها که غمخوار دیگران باشن، به فکر دیگران و جامعه باشن، به جای اینکه بگیم تو به فکر خودت باش، تو نمیخواد نگران مردم باشی، تو گلیم خودت رو از آب بکش. اشعاری که ما میگیم تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نهند آدمی، در زبان فارسی ما اینقدر بحث غمخوار بودن، به فکر دیگران بودن، در مسیر خدمت قدم گذاشتن، نه اینکه ما تبلیغ خودخواهی رو بکنیم. اینها رو خداوند متعال به عنوان الگوهایی برای من و شما قرار داده است که می شود از اونها آموخت. برای همین است که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه خطبه می خواند، با این آیه کلام خودش رو آغاز می کند که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سوره مالک روم آیه 10 رو تلاوت می کند حضرت زینب، که معنای آیه این است که آخر و سرانجام کار آنها که گناه کردن، کارهای زشت، اعمال زشت و کردار بد انجام دادن، این گناه و معصیت و کارهای بد اونها رو به اینجا رسان ان کذبوا بآیات الله، اینها نشانه ها و آیات خدا رو تکذیب کردن، و کانوا بها یستهزئون، و تمسخر کردن، مسخره کردن. این تلنگری بود به مردم کوفه که گناه و معصیت شما، حرامخواری شما، رها کردن امامی که خود شما دعوت کرده بودید، پیروی از ظالمی مانند یزید، این کردار بد شما، شما رو به اینجا رسان که الان آیات خدا رو تکذیب میکنید، مسخره میکنید. همون جوری که یزید و ابن زیاد مسخره میکردن سرهای شهدا رو، مسخره میکردن یتیمان و اسرا رو مورد تمسخر قرار میدن. اینقدر زیبا حضرت زینب از آیات قرآن استفاده میکند و رسوا میکند دشمنان رو و بنی امیه و یزیدیان رو. وقتی که این خطبه رو حضرت خب به پایان میرسونن، در تاریخ نقش شده است که مردم کوفه شروع میکنن به گریه کردن، از روی شرم و خجالت شروع میکنن به گریه کردن، که آقا امام سجاد علیه السلام وقتی خطبه این بانوی بزرگوار در نزد عبیدالله بن زیاد و بعد هم در نزد یزید حضرت خطبه میخواند، امام سجاد علیه السلام میفرماید به حضرت زینب عمه جان انت بحمد الله عالمتون بلا معلمه و غیر معلمه و فهیمتون غیر مفهمه. ای عمه، تو به حمد خدا و به شکر خدا عالمه‌ای هستی، دانشمندی هستی که تعلیم داده نشده و فهیم و دانایی هستی که مورد تفهیم قرار نگرفتی، کسی تو رو نفهموند. یعنی این موهبت الهی است، همون توصیفی که امام صادق علیه السلام میفرماید العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، که علم نوری است که در قلب کسانی که خدا بخواهد میگذارد. نه، علم فقط حفظیات نیست، علم اون نوری است که مسیر رو واضح میکند، نه معلومات ذهنی ما. امام صادق میفرماید علم نوری است که خداوند در قلب اون کسانی که بخواهد میگذارد. برای همین است که ما شخصیت از زینب سلام الله علیها به خاطر این تقوا، پاکدامنی، خیرخواهی او در مورد دیگران، صبر و تحملی که در مقابل مصائب و مشکلات دارد، خداوند درهایی رو برای او باز میکند، درهایی از علم و دانش و معرفت رو باز میکند تا دیگران استفاده میکنند. برای همین هست که
وقتی که زینب سلام الله علیها لب به سخن باز میکنند گویا علی دیگری زبان باز کرده است. یادآور امیرالمومنین علی علیه السلام هست در کوفه. و نکته آخر، خب من خلاصه اگر بخوام بکنم از زندگی از زینب، از کودکی تا نوجوانی، خب ماجرای کربلا رو زیاد چنیدیم، من اون رو اشاره نمی کنم. اینجا میخوام تمام بکنم که درس اول بحث این که چگونه در اجتماع حضرت یاد میگیرد باشد، از مادر خودش یاد میگیرد که چگونه در مقابل بی‌عدالتی بایستد، از حق دفاع کند. نامگذاری او چگونه قرار است جایگاه زن رو، جایگاه حقیقی او رو به او بازگرداند و فرهنگ جاهلی رو عوض بکند. درس دوم مسئله خدمت رسانی، تعلیم دیگران، تربیت دیگران، به فکر دیگران بودن که از مادر خودشون فاطمه زهرا سلام الله علیها آموختن. و درس سوم بزرگی که ما باید یاد بگیریم بحث صبر و شکیبایی در مقابل مصیبت هست، که انسانی که خدا باور هست میداند هیچ ظلمی بدون حساب و کتاب نخواهد بود، بدون عاقبت نخواهد بود. وقتی قرآن میفرماید و صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، با تقوا و پرهیزگار چه کسی است؟ کسانی هستند که به فرموده قرآن اونهایی که در هنگام سختی و آسانی، در هنگام سختی و زیان، در هر دو حالت، اینها اهل شکیبایی هستند. اینها هم که واقعا راستگویند، اولئک الذین صدقوا، یعنی حرفشون که ما به خدا باور داریم واقعا در عمل نشان میدن با شکیبایی خودشون، حاضر نیستن ایمان خودشون رو معامله بکنن، سختی رو به جان میخرن اما حق رو زیر پا نمیذارن. این رو زینب سلام الله علیها اثبات میکنن. بعد از این همه داغ دیدن، داغ فرزند، داغ برادر، داغ برادرها، داغ فرزندان، داغ یتیمهایی که سرپرستی اونها رو به عهده دارند، سختی اسارت، اینها رو همه به جان میخرند و در جواب طعنه دشمن میگوید ما رأیت الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم. چرا؟ چون انسانی که خدا باور است، مانند ایوب علیه السلام که در اون همه سختی خدا رو میبینند و به خدا باور دارد، سختی برای او قابل تحمل است. زیبایی رو که زینب میبیند زیبایی فداکاری و ایثار انسانهایی است مانند حسین علیه السلام و عباس علیه السلام، فداکاری اصحاب و یارانی که برای جانفشانی آماده اند و خودشون رو پیشمرگ امامشون میکنن. این زیبایی است. انسان فداکاری و زیبایی رو در چه میبیند؟ از خودگذشتگی، زیبایی عزت و زیر بار ذلت نرفتن، زیبایی در مقابل زورگو ایستادن، این زیبایی را از زینب دیده است. زیبایی که نگذاشتن دشمن اونها رو تحقیر بکند، زیبایی این که خداوند، وعده خدا حق است که تا با خدا باش پادشاهی کن، زیبایی این چنینی رو حضرت زینب دیده است. ما رأیت الا جمیلا. باز هم این مناسبت فرخنده رو تبریک و تهنیت عرض میکنم به همه شما عزیزان. در این ایامی که ما با این ویروس سر و کار داریم غافل نشیم از این که یادآور به یاد خودمون بیاریم، یادآوری کنیم برای خودمون که چگونه میشود از اولیای خدا مانند زینب سلام الله علیها درس استقامت و شکیبایی آموخت، که در هنگام سختی نگذاریم ایمان ما، باور ما، نگذاریم وظایفی که بر عهده ماست، خدای نکرده اونا از اونها غافل بشویم. و انشالله که خداوند متعال با روی زینب کبری سلام الله علیها ما رو در مسیر حق و در مسیر راه خدا ثابت قدم و همراه با استقامت و ثبات قدم قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سراغ سوال ها می رویم.
اگر عزیزان سوالی رو توانسته باشن و فرستاده باشن در اسلایدو. کد اسلایدو امشب 110 هست. عزیزان می توانستن از این طریق سوالهای خودشون رو مطرح کنن. منتظر هستم که ببینم اگر خب سوالی امشب نداشتیم. انشاءالله برای فرصت‌های آینده اگر سوالی بود باز در خدمت عزیزان خواهیم بود. و نکته آخر این که انشاءالله فردا شب برنامه انگلیسی یا همون برنامه هفتگی انگلیسی ما با سخنرانی جناب حاج کوثر خان در خدمتشون هستیم و از ساعت 8 شب با برنامه انگلیسی در خدمتتون خواهیم بود. تا اطلاع ثانوی هم برنامه های مسجد رو، مسجد رسول رو از طریق کانال مسجد نبی دنبال کنیم. فعلا توانایی این که و توانایی و فرصت این که بتوانیم در خدمتتون باشیم از هر دو کانال نیست. به علت بعضی از مشکلات فنی کانال مسجد رسول پخش لایو و زنده رو تا اطلاع ثانوی نخواهیم داشت. آپلود می شود، پست می شود هر شب، ولی با تأخیر هست و زنده نخواهد بود. پخش زنده جمعه و شنبه شبها رو از طریق کانال مسجد نبی یا همون هجرت فاندیشن دنبال بکنید انشاءالله. خداوند متعال انشاءالله لحظه ای و آنی ما رو به حال خودمون با ما گذارد. خداوند فرج مولان و آقامون اون زمان رو برساند. خداوند با آبروی عزیز زینب سلام الله علیها به همه ما توفیق دفاع از حق و دفاع از عدالت و در مقابل بی‌عدالتی ایستادن رو و مقابله کردن رو عنایت بگرداند. روح اموات و گذشتگان ما رو خداوند غریق رحمت و مغفرت بگرداند. هفته گذشته ما یکی از اعضای کمیتیمون برادر ولی پدرشون مرحوم مغفور دکتر حیات الله نوید رو ما از دست دادیم. خدا روح این عزیز رو، عزیز تازه گذشته رو غریق رحمت و مغفرت بگرداند. و الى ارواح المؤمنین و المؤمنات رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. زهره زهرا اومده دختر مولا اومده زهره زهرا اومده زینب کبرا اومده از روح علت دوان از پیغمبر امام از روح علت دوان از پیغمبر امام جبرائیل بخون بران جبرائیل بخون بران با تقدیم احترام با تقدیم احترام در مولا اومده اون دختر مولا اومده زینب کبرا اومده عشق دنیا اومده به 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 زهره زهرا اومده سر تا پا مقدس از نورش مشخص سر تا پا مقدس بیتابه برا حسین
از وقتی که میرسه چشمه به دریا اومده، رمز تولا اومده، چشمه به دریا اومده، رمز تولا اومده، مهر معلا اومده. عشق به دنیا اومده، دست مولا اومده، زهره زهرا اومده، در مولا اومده، جبرائیل سبو گره پیغمبر وضو گره، جبرائیل سبو گره پیغمبر وضو گره، جبرائیل سبو گره پیغمبر وضو گره، جبرائیل سبو گره پیغمبر، جبرائیل سبو گره پیغمبر وضو گرفت، اومدون که عفت هست اسمش آبرو گرفت، لیلی لیلا اومده درمون درد اومده، لیلی لیلا اومده، های های درد اومده، جلوه سینا اومده، اسم دنیا اومده، دست مولا اومده، زهره زهرا اومده، دختر زینب کبرا اومده، علی اعلی اومده، نور مصلا اومده، عشق به دنیا اومده، دختر مولا از روح علت دمان، از پیغمبر و امام، جبرائیل به خون برام با تقدیم احترام، از نورش مشخصه سر تا پا مقدسه، بیتابه برا حسین از وقتی که میرسه، جبرائیل سبو گره پیغمبر وضو گره، اومدون که عفت هست اسمش آبرو گرفت، لیلی لیلا اومده درمون درد اومده، زینب کبرا اومده، دختر مولا Hey, 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 hey
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. عاشق شادن شب از شادی قلب فاطمه اسم تو عشق اعظمه هرچی بگم بازم کمه. عاشق شادن شب از شادی قلب فاطمه یا نبی برای خاطر زهرا بیا و بخر دل من و آقا که بشم گدای تو دنیا. عشق تو قلب من گذشت از حد یا حبیبی یا طبیبی یا این ندا این ندا از آزاد دم اومد یا حبیبی